سلام و شغل مارکت را پداری چطور بچه خوش اومدید بچه امروز با هم دیگه میخوایم درک اکسپارت 4 رو گوش بکنیم از مصطفی میری ساهر سیال و لیام 2018 اومده 8 دقیقه است درک هاجی اکسپارت 5 رو شنیدیم با هم دیگه اینجا لینکش میاد دوست داشتید برید ببینید 2 دقیقه خورده ای بود خیلی جالبه که این 8 دقیقه است اکسپارت بعدی اکسپارت 3 رو با هم دیگه گوش میدیم لیام اولین باره که اسمشو میشنوم نمیدونم هیچ ایده ای ندارم دوستان از چه قراره ولی ساهر سیال مصطفی که ترکیب تمیزیه فکر کنم بیشترین فیت رپدری باشه 4 نفر با هم فیت دادن من نمیدونم 4 بالای 4 تا فیت داریم با هم فیت داده باشن بچه‌ها تو رپدری مثلا 5 نفر با هم فیت داده باشن نمیدونم یادم نمیاد دیسکریپشن کارو سریع بخونم برای تو بچه‌ها بریم سرکو بشنویم پرودوسر ساهر ملودی بریم ببینیم از 2018 تا الان چه پیشرفت هایی یا چه پسرفت هایی داشتن بچه ها بریم بدون معطلی کارو گوش کنیم بهم گفتید که اکسپارت 4 خیلی تکنیکیه و خیلی تمیزه یادتون نره اگه تازه اومدید چنل رو سابسکرایب بکنید ویدیو هم اگر دوست داشتید حتما لایک بکنید بریم ببینید ترک چیه داستانش بس کن چند تا فلو داری نمیکشه مغزم آجی نه نمیکشه نه در این حد دیگه نمیکشه آقا در این حد دیگه نمیکشه میدونی چجوری الان یعنی الان که مثلا ترک مصطفی میری و گوش میکنه روی چیز خاصی فوکس میکنه مثلا میاد رو پانچ لاین هاش فوکس میکنه یا روی فلوازی فوکس میکنه ولی این ترک این ورس هم آبدنم داشت میپرد همه چی داره این ورس همه رو با هم داره این ورس
اوکی باشه. دو دقیقه چند تا چش کیش مرد فلوها رو کیش بیشترین فلو بازی. ببین یه بیشترین فلو بازی رپ دری، بیشترین فلو بازی یک موزیک تو مارکت رپ دری من فکر کنم همین باشه، تکنیکی ترین بیشترین فلو. این هر ثانیه 20 ثانیه نکشیده فلو عوض میکنه. میشه مگه همچین چیزی؟ بابا نکنه دیوونه میشم، دو خود سرپرم میکوبم دوربینو میشکنم. وای ورسای بعدی اگه یه ذره فلو بازی نشه جدی اصلا اصلا به هم میریزه. انقدر که این داره، این چی کار کردی؟ 2018 توزه چند سال پیش میشه؟ 6 سال پیش این بجرم نوردی شد و باز بای مادر جان. ببین مثلا این کلمه بازی که اینجوری انجام میدن بعضی اوقات هیچ معنی نداره. مثلا مثال بزنم میشه کچه بیتس، معنی نداره، فقط میاد بازی میکنه با کلمه و هی رایم میچینه، ولی اینو معنی داره. مثلا که مخورد در سرت میره 4 سال باز پس نه سر روی میکنی باز بانداش مام باز در عرش بادبان، میگه ما باز در عرش بادبان بادبان باز کاپتان کاپتان کاپیتان همون کشتی منم بازداشتگاه میبینی که داستان داشتم پشت سرم جاندار با شاتگان فجرهایی میشه.
تو من خودم چسبم. ماو بکس ملماس نابیم، برو بزن تو قیما قبا شیر خدا نچسب. تو برو قیمه با شیر بزن گو. ماو بکس ملماس نابیم، برو بزن تو قیما قبا شیر قیماق. قیماق چیه بچه ها؟ یه غذای توی افغانستان باید باشه دیگه، شاید شبیه قیمه است، نمیدونم. قیماق رو میگه با شیر بزن، احتمالا شاید نمیدونم شیرینی پیرینی باشه مثلا که میگه با شیر بخوری، چون خورش رو که با شیر نمیخوام، نمیدونم. بمیسی اینم بهم بمیسی بچه بریم. ساهر که رئالیه الانم، آره دیگه، من چند وقت پیشم که رئال و بارسا بازی داشت، منم که بارسایی اصلا خوشم نمیاد از این تیکه لاینت، این لاین رونالدو رو. رونالدو که قابل احترام، دوستش دارم واقعا، ولی رئال اذیتم میکنه، خیلی تیم قویه، اذیت میکنه همین منو. بارسا امیدوارم برگرده. میکنم ساهر به نظرم الان قوی تر شده، به نظر من، به شخصه، یعنی ترکی که ترک جدیدی که همین چمخش رو البک اومد خیلی ساهر خوب بود، یعنی حس میکنم ساهر هم با تجربه تر، هم تکنیکی تر، هم خفن تر، هم بیتاش بهتر، کلن دیولاپ شده ساهر به نظرم الان که دارم این ترک گوش میدم. من یه همچین حسی میگیرم، نمیدونم حالا اون دیام بیار گلاسک چای بوکو پاس قصیل پر اونجا اصلا دلیوری هم عوض نمیکنه، همونه فلو بازی انجام نمیشه، به اون بیشتر همون کلمه بازی ها رو داره انجام میده، یه کلمه که هم آوا و دوتا معنی داره، اون حرکتو میزنه بیشتر. پای همه گلف کردن روی موزیک تاوره که نمیخوره، گلف گلف کردن پای همه خلف کردن روی موزیک تاوره که نمیخوره دیگه از جور از جور سبتی سرک نیو راهی تا کرد نمیخورن هیجوره از جور بازی، همین بازی میکنه دیگه، این کارش، این تکنیک هست، ولی خب دوست داشتم فلو بازی بیشتر رو تمیزتر. میدونیم مصطفی دیگه اومد اون اول اصلا انتظار رو آدم رو برد بالا، الان من از همه انتظار دارم همونقدر قوی باشه، شاهانه رپ کنن. بریم سیال ببینیم چیه. سیال شنیده بودم خیلی تکنیکی بود قدیم، بریم. دگشور از جو سبتی سرک نیو راهی تا کچ بکو تا ننداختن داله تا خط سرک نیو بکن راه تا کچ تا خشن اومده.
چقد کو. این ورژن اصلا سیول نشیده بودم تا حالا. میدونم اصلا خیلی وقت قدیم میگفتن، میگفتین که اطلاعاتی که به من کسب کرده بودم این بود که میگفتن سیول اصلا با اتوتون حال نمیکنه، خیلی تکنیکی بوده، همیشه گنگ میخونده، الان سبکش رو عوض کرده. الان دارم میبینم واقعا سیال قوی بوده، خیلی آجی خیلی قوی بوده. یکی دو تا فلان هم بازی میدونید مال 2018 سیه، یعنی اون موقع فکر میکنم هنوز بیت سویچ خیلی نیومده بود توی مارکت ها که بیت سویچ کنن، هی این حرکت ها رو بزنن تو موزیک ها، واسه همین بیته یه ذره یک نواختم هست. ولی مال واقعا برای 2018 واقعا شاهکار آجی، برای اون زمان بخوای ببینی. این چیه و چی؟ مطمئنی بار 2018 انگار دیس به افراز قشنگ لندغر و غلندری که مصطفی دیس داده به زرتوش عظیم و ترک ردبول افراز جی پشمام ریخته. این انگار انگار مصطفی میری الانو، یعنی زمان حالو اون موقع پیشبینی کرده بود پشمام. بایتم بچم رد نمیدونم، من نمیدونم دیگه، باید کمکم کنیم بچه ها دیگه، بهم بگین چیه دستا، با کیه، چی بوده قضیه، چی بوده. ولی من حس میکنم داشتن افراز رو میزدن و پیشبینی شده بود که آقا افراز ردبول و غلندر و لندقه، عجیب بود خیلی، آجی عجیب بود، انگار دژاوو شدم من. آقا دمشون گرم، عجب ترکی بود، عجب پروژه سنگین، 8 دقیقه و واقعا رسپکت برای ساهر، چون سخت پرودوس کردن و تولید همچین ترکی با این همه ورس طولانی
و واقعا آقا دمشون گرم، خیلی تمیز بود، خیلی حال کردیم، واقعا خسته نباشن. مصطفی هم که دیگه یعنی بیت و خورد قشنگ دیگه، انقدر که تکنیکی بود واقعا. همونجور که گفتیم واقعا درست بود، یعنی از ایکس پارت 4 از ایکس پارت 5 خیلی تکنیکی تر و قوی تر بود مصطفی. فکر میکنم هرچی عقب تر بریم فکر کنم بهتر بشه، نمیدونم. دمشون گرم، عالی بود. این اطلاعات رو برام بنویسین بچه‌ها که داستان چی، ایکس پارت ها مخصوص کسی، یعنی ایکس پارت ها به کسی داره دیس، به کسی کیه، اون کیه، افراز کیه. دمتون گرم، عشق دیگه بچه‌ها. مرسی مرسی، گوش میکنیم همه ایکس پارت ها رو گوش میکنیم. دمتون گرم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا بعد.